سلام بر شما دوستان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه و تا به این لحظه از روز رو به خوبی و خوشی سپری کرده باشید. خیلی خوشحالم از اینکه امروز هم فرصتی شد تا با یک آموزش جدید در خدمت شما باشم. در ابتدای آموزش از شما دعوت میکنم که کانال ما رو سابسکرایب کنید و هم گزینه زنگوله رو که بعد از سابسکرایب کردن میاد فشار بدید. پس لطفاً کانال من رو در یوتیوب حتما این گزینه سابسکرایب رو بزنید و عضو کانال بشید. امروز میخوام در مورد تبدیل فایل های مختلف PDF یا بالعکس دو تا سایت خیلی خوب و کاربردی رو به شما معرفی بکنم. البته من در آموزش های قبل یه سایت مفید خوب رو هم به شما آموزش دادم به اسم زمزر که اینجا میتونید آموزش تبدیل فایل ها به یکدیگر به صورت آنلاین رو ببینید و این آموزش هم میتونه برای شما مفید و کاربردی باشه. پس حتما از این آموزش هم دیدن بکنید و استفاده بکنید. البته سایت زمزر پسفندها رو به پسفندهای مختلف تبدیل میکرد و یه کانورتر فوق‌العاده قوی برای تمام فایل ها بود. اما دوتا سایت امروز که میخوام به شما معرفی بکنم تنها برای کار با PDF هست. یعنی شما عکس رو تبدیل به PDF میکنی یا PDF رو تبدیل به ورد میکنی یا بالعکس، یا عکس رو تبدیل به هر پسفندی که شما در سایت به شما در اختیارتون قرار میده. البته این هر پسفند رو تو زمزم میتونید، توی این دوتا سایت فقط PDF، یعنی تمام قالب ها به PDF یا بالعکسش توی این سایت امکان پذیره. خب زیاد صحبت نمیکنم، پس فراموش نکنید در یوتیوب محمود بیز رو سابسکرایب کنید. این ویدیو هم که براتون الان دارم ارائه میدم حتما بین دوستاتون به اشتراک بذارید و با اونها ویدیوها رو شیر کنید. خب سایت اول ما هست اسمال PDF که من لینک این سایت رو حتما بعد از اتمام ویدیو در اون پایین براتون قرار میدم که بتونید راحت وارد این سایت بشید. یه تم خیلی قشنگ داره، شما هم میتونید داخل این سایت هم عضو بشید. میتونید یه فایل PDF رو کم حجم بکنید یا میتونید یه فایل PDF رو به ورد تبدیل بکنید یا به پاورپوینت تبدیلش بکنید یا به اکسل یا به فرمت PDF. ببینید تمام PDF پسفندهای مختلف اینجا هست. شما JPG رو میتونید تبدیل به PDF بکنید یا PDF رو میتونید تبدیل به عکس بکنید یا یه فایل اکسل رو میتونید تبدیل به PDF بکنید یا خب بالعکس PDF رو تبدیل به اکسل بکنید یا شما میتونید یه فایل PDF رو اینجا باز کنید و ادیتش بکنید یا میتونید یه فایل PDF رو برگردونید برعکسش بکنید یا میتونید PDF رو تبدیل به ورد بکنید یا بالعکس. البته امکانات دیگه هم هست مثل قفل گذاشتن و آنبلاک کردن. البته آنلاک کردن PDF که میتونه قفل صفحات PDF رو باز بکنه. خب من توی این سایت میخوام به شما یاد بدم که شما البته اینا امکاناتی که هست که میتونید استفاده بکنید. البته اینجا به زبان‌های مختلف هم این سایت ارائه میشه که زبانش این پایینه میتونید استفاده کنید. من امروز میخوام فشرده سازی یه دونه فایل PDF رو به شما یاد بدم که البته یکی دیگه از امکاناتش هم توی همین بخش کمپرس کردن یک دونه فایل به شما نمایش داده میشه و میبینید. خب من این گزینه رو باز میکنم. بعد از باز کردن این گزینه به من میگه فایلت رو دراپ کن به این قسمت یا انتخابش کن. خب من میتونم اینجا سایت رو بعد از اینکه دیدم میتونم فایل PDF رو دسکتاپ یا از هر جایی از پیکشمش به اینجا، اما خب من میخوام فایل PDF رو دستی انتخاب کنم. پس روی این گزینه انتخاب کلیک میکنم، این مثلا این فایل PDF که الان دارم رو بازش میکنم. البته عذرخواهی میکنم چون من از این سایت استفاده کردم، باید عضو بشم. خب من اگر نخوام عضو بشم چقدر خوب میشه، چون دوتا بیشتر رایگان نمیتونم استفاده بکنم. خب فکر میکنم این رو خودتون انجام بدید بهتره، چون من اگر قرار باشه عضو بشم هم ویدیو طولانی میشه و همین که زمان زیادی میبره. پس شما حتما توی این سایت از این گزینه عضویت بگیرید و فایلتون رو بفرستید و بعد از اینکه فایل رو فرستادید هم میتونید دانلودش کنید
هم میتونید در نرم افزارهای مختلف فایل رو شیرش کنید، یعنی بفرستید برای سایرین، هم میتونید فایل رو در ایمیل بقیه سندش بکنید که خب بعد از اینکه کامپرس کردیدش، یعنی فشرده استادی شد، کامپرس شد، میتونید استفاده کنید. خب این سایت دو تا فایل رو بدون ثبت نام به من اجازه میده که بتونم استفاده بکنم، یعنی دو تا فایل فقط میتونم به PDF یا بالعکس تبدیل بکنم، و چون من دو تا فایل رو قبل از اینکه آموزش شروع بکنم تست گرفتم، به خاطر همین دیگه نشد ادامهش رو کامل بهتون بگم. اما در هر صورت حتما خودتون این کار رو انجام بدید، یا PDF کانورتر میتونید اینجا فایل PDF رو انتخاب بکنید، به پسفند مورد نظری که میخواید تبدیلش بکنید، یه فایل رو تبدیل به ورد بکنید یا بالعکس. خب اسمال PDF بعد از اینکه شما استفاده بکنید کانورت میکنه فایل ها رو و در اختیارتون قرار میده. یه سایت دیگه که میخوام به شما معرفی بکنم سایت آنلاین تو PDF. درسته از لحاظ ظاهری چندان به کیفیت اون سایت نیست، اما خب یه سایت خوبیه که شما میتونید رایگان ازش استفاده کنید. خب من همون کاری که قبلا تو اون سایت میخواستم انجام بدم رو الان اینجا براتون انجام میدم. اینجا سلکت فایل نوشته، بعد از اینکه سایت رو باز کردید فایل رو باز میکنم، فایل مورد نظرم رو انتخاب میکنم. خب فایل اینجا میاد، من تا 150 مگابایت میتونم اینجا فایل اد بکنم، یعنی ببینید الان من میتونم این فایل رو اینجا دیلیت بکنم، یا اینکه میتونم حذفش بکنم، یا به هر شکل ممکن. ببینید حتی میتونم روی فایل PDF هم میتونم اینجا پسورد بذارم، فایل رو کاتش بکنم، یا به هر شکلی اینو ویزاردش بکنم. خب در هر صورت فایل PDF یه که من گذاشتم. الان PDF خودتون میدونید اگر قرار باشه از یک پسفند به پسفند دیگه تبدیلش بکنیم هم زمان میبره و هم اینکه نیاز به نرم افزار خاصی داره. خب این سایت به صورت آنلاین به شما این امکانو میده که فایل PDF رو بتونید مثلا به ورد تبدیل بکنید. من میخوام به ورد تبدیل بکنم، به ورد 2003 یا به 2016. من میگم به 2003 تبدیلش کن برام. و میام این پایین گزینه کانورت رو میزنم. خب ببین شروع میکنه به تبدیل کردن، الان داره تبدیل میکنهش به PDF، به ورد. بعد از اینکه تبدیل بکنه به ورد، طبق این صفحه برای من این لینکش و انجام شدن کار بر اساس فایل به صورت دانلودی به من نمایش میده و من میتونم گزینه ذخیره رو بزنم و فایل دانلود بشه. خب این همون فایل PDFیه که من دادم، بازش کنم یه لحظه ببینیم عکس. بله دقیقا متنه که من اگر اینجا ادیت رو بزنم میتونم حتی این فایل رو ادیتش بکنم. پس اگر یه فایل PDF داشتید دیگه نگران نباشید، راحت میتونید با این نرم افزار فایل PDF رو تبدیل به ورد بکنید، جدول رو درست بکنید. ببینید میبینید که خیلی راحت این قابلیت در اختیارتون قرار میگیره. خب بذارید من این صفحه رو ببندم. به همین راحتی برمیگردم به صفحه اول این سایت. ببینید حتی میتونید فشرده سازی فایل رو هم اینجا برامون انجام بده، یا میتونید در ابتدای یه فایل PDF هدر و فوترش رو میتونیم مشخص بکنیم، یا عکس رو میتونیم تبدیل به PDF بکنیم. به هر امکانی که شما نیاز داشته باشید توی این سایت PDF تو آنلاین تو PDF دسترسی دارید. حتی زبانهای مختلفی که توی این سایت هست میتونید استفاده کنید، سایتش کاملا رایگانه و میتونید به راحتی از این خدماتش استفاده کنید. خیلی سپاسگزارم از اینکه امروز هم همراه بودید. من لینک این دوتا سایت رو حتما در انتهای ویدیو در قسمت توضیحات براتون میذارم، هم از این دوتا سایت استفاده کنید، هم اون آموزش اولی که بهتون داده بودم در مورد تغییر فرمت فایل ها با یک کلیک و بدون نرم افزار رو هم حتما لینکش رو میذارم که اگر دوستانی خواستن به راحتی به این آموزش دسترسی پیدا کنن و این ویدیو رو هم ببینن. از شما سپاسگزارم که وقت گذاشتید توی این چند دقیقه این آموزش رو دیدید. لطفاً سابسکرایب فراموش نشه، گزینه زنگوله رو هم که بعد از سابسکرایب میزنید میاد حتما کلیک کنید تا اول از همه ویدیوها در اختیار شما قرار بگیره. شب و روز خوب براتون آرزو میکنم، موفق و پیروز باشید، خدایا رو نگهدارتون.